بیاین با هم سفری داشته باشیم به دنیای از خوشمزه ها. سلام دوستان، من محبوبه فریامنش هستم از تیم حرفه‌ای پخت و پز با اوپرا. اومدیم تا شما رو با دستانی خلاق و دلی پر از عشق همراهی کنیم برای دنیای از غذاها و دسرهای خوشمزه‌ای که قراره با هم تهیه کنیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و همراه ما باشین در این سفر از خوشمزه ها. کاچی، کره 150 گرم، آرد 8 قاشق غذاخوری، آب 500 میلی لیتر، شکر 80 گرم، زعفران به میزان لازم، خلال پسته مقداری، گلاب 2 قاشق غذاخوری، خلال پسته برای تزیین، پودر هل 2 قاشق چایخوری. درود بر شما دوستان همیشگی برنامه ما، امروز در خدمتتون هستیم با یه دسر سنتی و خوشمزه به اسم کاچی. بله، کاچی واقعا در باستان کشور ما یک جور دسر محسوب می‌شده. خب زمانه قدیم به اون صورت شیرینی خیلی رایج نبود و از یه همچین چیزایی استفاده می‌کردن به عنوان مثلا دسر یا شیرینی چادی که تو مراسماشو خیلی دوست داشتن برگزار بشه. ولی در کل کاچی یه جور از دسرهایی هستش که بیشتر از بابت تقویت شدن یا مقوی بودنش خیلی کاربرد داشته. خب در هر صورت این داستان کاچی تو چون یکی از عرض کردم که دسرهای سنتی کشورمون هستش، تو هر شهری برای خودشون یه قانونی دارن. خیلی جاها مثلا توی کاچیشون ادویه میزنن و حتی کسایی که مثلا رسم دارن که این کاچی رو برای دوران زایمان استفاده میکنن، حتی زعفرون رو از توی مثلا مواد اولیه کاچی حذف میکنن، در ازایش زردچوبه بهش اضافه میکنن. بعضی ها هستن که خب مثلا هم زردچوبه استفاده میکنن به خاطر که هم رنگش بهتر باشه، هم که چون دلیل این که زردچوبه حالت ضد عفونی داره استفاده میکنن و زعفرون هم به خاطر نشاط آور و تقویت بودنش خیلی کاربرد داره. حالا در هر صورت ما کاری به حالا شهرهای کشورمون نداریم، ما قراره که یه کاچی تهرانی برای شما درست بکنیم. اول میذاریم یه ظرفمون کاملا گرم بشه و تابمون که کاملا گرم شد، کره رو میریزیم داخل ظرفمون. کره ذوب بشه که آرد رو بهش اضافه بکنیم، مقدار آبی که ما داشتیم و شکر رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم روی حرارت تا برای خودش یه شربتی بشه. خب دوستان همینجوری که میبینید ملاحظه میکنید آرد به این رنگ در اومد. خب بیشتر از این نذارین تیره بشه. پودر هلتونو، من هل رو با پوست آسیاب میکنم که عطرش خیلی مثلا بیشتر هست، اونم توی آرت حل میکنی، یه تفت کوچولو باهاش میدین. بعد گلاب داشتیم، گلاب رو میریزیم. من گلاب رو به شربت شما اضافه نمیکنم. نه، من گلاب به خاطر اینکه بافت حلوا یا کاچی رو حالت دون میکنه، قبل از اینکه شربت هم بریزم گلاب رو جداگانه میریزم، بعد شربت هم میریزم. این مرحله خیلی حساس هست و خیلی این آرد
فوق‌العاده داغه، لطفاً حرارت رو کم بکنید و خیلی سریع کاچی رو هم بزنید. زعفرون هم به شربتش اضافه بدید؟ نه، من زعفرون به خاطر اینکه رنگش از دست نده، چون گلاب رنگ زعفرون رو عوض میکنه. ببینید من زعفرون رو تا حدی میریزم که مورد علاقه هم باشه، یعنی رنگش احساس کنم مثلا این رنگ الان برای این کاچی کافی هستش. من تا این حد میریزم. شاید الان مثلا حدودا من 5-6 قاشق بهش ریخته باشم، مثلا زعفرون رو ریخته باشم. و اینکه یه دلیل اینکه مثلا باید حتما آب شربتی که اضافه میکنید زیر کاچیتون کم باشه به خاطر اینکه کاچی نباید سفت بشه. یه مقدار آب کنار دستتون میذارین، نهایت کار آروم آروم اضافه میکنید تا آرد دوباره همینجور به این حالت باز بشه و باید مواد شما یعنی کاشی شما به غلظت یه ماست یا مایه کیک برسه. ما نبات هم میتونیم درست کنیم؟ آره نه. آره به هم با نبات میشه درست کرد. خب مثلا بعضی هستن شاید به خاطر دیابت و اینا میتونه از عسل هم استفاده کنن، مشکل نداره. چی باید اضافه کنیم عسل؟ همون جوری که نبات و عسل و مثلا ما اومدیم مایه شکر و آب و قاطی کردیم، به همون میزن اینم عسل یا نبات اضافه بکنن. بعد چیزه ببینید تا این مرحله الان غلظت کاچی ما خیلی عالیه، زیرشو خاموش میکنیم، خاموش میکنیم. بعد خلال بادوم داشتیم میریزیم. ببینید مثلا میتونید از مغزیجات مختلف استفاده بکنید، حالا گردو، فندق. اگر گردو میخواین اضافه کنین که با دست خرد کنین، اصلا آسیاب شده نریزین چون رنگ کاچی عوض میکنه. بعد مغزشات داخلش هر چقدر بیشتر باشه که خب خیلی خوشمزه تره دیگه و مقوی تره، ولی بیشترین مغزی که برای کاچی و حلوا استفاده میکنن بادوم و پسته است، خلال بادوم و پسته. ببینید وقتی زیر کاچیتون رو خاموش کردین، خب یک قاشق روغن حیوانی، اگر مثل من کره استفاده کرده بودین، یه قاشق روغن حیوانی اضافه میکنین و زیر و رو میکنین تا روغن حیوانی استفاده نه دیگه نیازی نداره. ببینید الان آماده است. مثلا بعضی ها میان آب کاچی رو بیشتر میگیرن، بعد همونجور که تقریبا شل هست خاموش میکنن، دم کنی میبیشن میذارن روی مثلا در کاچو میبندن. ولی اونم تقریبا وقتی در کاچو که باز میکنن باید غلظتش اینجور شد، چون بالاخره خاصیت آرد اینجوری هستش که آبو به خودش میکشه دیگه، به این حالت میشه، به این حالت. خب حالا کاچی ما آماده است، میریم با هم دیگه توی ظرف بکشیم، سرفش کنیم و یه تزیین خوشگل با هم دیگه بکنیم. خب دوستان تو هر ظرفی که دوست دارین کاچیتون رو سرو بکنین. حالا من خیلی دوست داشتم تو ظرف گل سرخی چون یه حالت سنتی داره سرو بکنم، ولی خب نداشتم. حالا اومدم توی یه دونه ظرف مسی گذاشتم، حالا میخوام تزیین بکنم. خب وقتی کاچی رو ریختین تو ظرف، یه مقدار ظرفتون رو تکون بدید که روش کاملا مثلا سطحش صاف بشه. بعد حالا هر طرحی رو میتونید اجرا بکنید دیگر، چیز سلیقه‌ای خودتونه. میایم من به این حالت رنگی آره این قرمزا گلای نسترنه. بعد این گلا برای کسایی که ریزش مو دارن هم خیلی خوبه، خیلی خاصیت داره. بنده خدای کچلی بوده، یه تاسی بوده بنده خدا، پله میفته چی میشه؟ نه بلش کن. نه دیگه میاد میگه تو رو خدا یه خورده این گلا بده من مو در بیارم. خب
بین اینا رو میایم این مقدار از این گلامو به خاطر رنگ بندیش حالت سنتی خوشگلی هم داره به ظرفمون میده اینجا قرار میدیم. آخه من یه بار همینجوری تزیین اینطوری کرده بودم دادم به یه بنده خدایی، آقاشون همه رو برداشته بود با قاشق کنار گذاشته بود، گفته بود که وای این گل شم دنیاشون رو خوش کردن ریختن رو کاشی دادن به ما. بعد آقای بنده خدا مو هم نداشت. به خانمش گفتم که اتفاقا بهشون میگفتی اگر این گلا رو خورده بودن تا الان موهاشون در اومده بود. آره دقیقا. خب این پسته ها میبینید کاملا مغزه، بعد از اون پوست رویش هم حتی گرفته شده. بعد حالا میایم اینا رو با حوصله حالا با انبر داشته باشیم خب چه بسه، میایم اول رو میچینیم اینجا. از این غذا و اینا کلن چیز میخواد، حوصله میخواد. اینقدر میرم دنبال این ظرف های قدیمی میگردم تا یه جا پیدا کنم. خیلی هم خوشگل. ولی خب کلی این ظرف ها تو خونه های مامانامون بوده، اینقدر که ظرف های مدرن اومده همه رو گفتیم بابا میخوایم چیکار. آره دادی من خونه ها رفته، ولی واقعا همین ظرف ها انرژی خوب داره و حتی قدیمی ها اینقدر همه چیشون حساب شده بود که مثلا تو هر ظرفی غذا نمیخوردن، مثلا توی پلاستیکی یه بار مصرف، کجا اونا اصلا تو این چیزا غذا میخوردن. الان اینقدر ظرف های یه بار مصرف خوشگل اومده که همه دارن ظرفشون رو مثلا میذارن کنار، میخوان از اونا استفاده بکنن. خلاصه باید یه جورایی دوباره سنت همون رو باب بکنه. از این چیزا اینا خیلی خب اینا رو اول من میام اینجا با بادوم پرک گل درست میکنم. از چیز پرک های سالم استفاده میکنم که حالا شکستگی نداشته باشه. من گل میذارم اینجا. حالا مثلا من میخوام اینجا این قسمت یه گل نصفه در بیارم. خب میام به این قسمت اینجوری گل برگ رو اینجوری میذارم. نگاه که مثلا یه گل نصفه است. حالا میان دونه های هلو باز میکنیم. این دونه همین خود هلو مغزش بومبولی های آره میایم اینا رو مثلا میذاریم وسط گلمون که موقعی هم که مثلا دارم میل میکنه خود همین دونه های هل. آره یه دفعه که میاد زیر دندون مثلا درسته حالت جوی میخوایم بجویم خیلی خوشمزه است، مزهش هم خیلی زیاده. آره دوستان جاسون واقعا خالی، امروز هم که هوا ابری اصلا خیلی لذت بخش. اگه از دلتون دونه دونه مثلا اینجا بپاشه یه حالت خال پیدا کنه مثلا یکی دونه اینجوری بندازه نم خوشگل میشه. این یه لباس های سنتی قدیمی شد گلدارا.
حالا دیگه بیشتر از این شلوغش نکنیم، به خاطر اینکه سبزی این نقلمون هم مثلا بیشتر کنیم، میام یه مقدار دیگه خلل پسته به این قسمت اضافه میکنیم. از خود همین خلالا هم میتونیم لابلای قسمت های از گل مثلا به جای برگ براشون میذاریم که نماشو بیشتر بکنیم. دوستان من میزان شکری که خدمتتون عرض کردم ممکنه بعضیا درست بکنن بگن کمه، ولی چون کلن کاچی، حلوا، شله زرد اینا وقتی خنک میشه شیرینیشون یه مقدار بیشتر هم میشه. حالا شما باز به میزانی که دوست دارید میتونید یه مقدار شکرتون رو بیشتر بکنید، ولی من خودم تا این اندازه مناسب دیدم. حالا باز این یه چیز سلیقه‌ای هست، شاید شما خیلی پرشیرین تر دوست داشته باشید. خب دوستان عزیز، از اینکه کنار ما بودین و با یه دسر خوشمزه قدیمی سنتیمون کنار ما بودین، آموزش دیدین، خیلی خوشحال هستم. امیدوارم که این کاچی خوشمزه رو شما هم درست کنین، از خوردنش واقعا لذت ببرین. ما که الان اینجا کاملا بوی زعفرون و کره و روغن حیوانی انقدر داره مشاممون رو قلقلک میده که خدا میدونه، فقط منتظریم که الان کات بخوره ما حمله کنیم روی همین کاچی که بخوریم. امیدوارم شما هم درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. ممنون که در کنار ما بودین.